کنترل کنه که هر واسطه که به طور متوسط داره روزی 1 تا 5 تا مشتری میاره، این تبدیل به یه عددی میشه اصلا غیر قابل کنترل و غیر قابل پرداخت واقعی که بتونه بیاد اینا رو پرداخت کنه بایدشون. هر دفعه باید محاسبه کنید چقدر میشه و فلان. این باعث میشه که یک عالمه از واسطه ها اصلا به شما کلن مشتری معرفی نکنن، یا مشتری میخوان معرفی کنن هی قایمش کنن یواشکی، بعد معامله درست حسابی انجام نمیشه، فروش درست اتفاق نمیفته، ساپورت درست اتفاق نمیفته. اینا همه باعث میشه که هی لایه به لایه بیزینس شما لطمه بخوره، شمایی که داری لطمه اصلی رو میخورید. پس فرمول چیه؟ وقتی فهمیدیم اشکال چیه، فرمولش هم از برسه همون باید بگردیم برش سلوشن فرمول پیدا کنیم، که باید یه فرمولی پیدا کنیم که ما به حمید کارگری، که یعنی محمد جواد، باید یه فرمولی پیدا کنه به حمید کارگر بابت معرفی هادی جعفری. هر باری که هادی جعفری برگشت و خواست از محمد جواد خرید بکنه، به نسبت خریدی که کرده و به نسبت سودی که مد نظر قرار داده برای واسطه ها توسط محمد جواد، این چک حمید کارگر براش بکشه و بفرسته براش. یعنی این که این سیاست، این فرمولیست که باید پیاده کنه. حالا به قول رایان میگه باید ریفرال آیدی صادر کنه، اینا خیلی تکنیکال، حالا من نمیخوام زیاد تکنیکی نمید، دارم تلاش میکنم به زبان ساده بگم که مفهوم قضیه رو دستون بیاد که چطوری باید پیاده کنه، چون اجراش اصلا کار هیچکی نیست. یکی از اتفاقاتی که همیشه در کنار این داستان همیشه باعث نگرانیه همین حرفیست که محمد جواد میزنه. یعنی این که میگه آیا شبکه‌های هرمی شکل میگیره اینجا؟ تفاوت شبکه، حالا من جوابش همینجا میدم، بعد جلوتر میخواستم بهش برسم و همینجا اینو میگم که دیگه پرونده این برای همیشه مشخص باشه. تفاوت یه اسمارت ریفرال سیستم و یه شبکه‌های هرمی بر این است که همین چیزی که رایان گفت، از یه پله شما جلوتر نمیری. یعنی چی؟ یعنی این که حمید کارگری که هادی جعفری رو اومد به محمد جواد معرفی کرد و محمد جواد داره بابت معرفی یه هادی جعفری به حمید کارگر درصد میده، اگر هادی جعفری اومد الان رایان رو معرفی کرد به محمد جواد، محمد جواد بابت معرفی رایان فقط به هادی جعفریه که کمیسیون میده، دیگه نمیاد به حمید کارگر بگه ببین حمید تو چون هادی جعفری رو معرفی کرده بودی، هادی جعفری اومد رایان رو معرفی کرد و من بابت اون معرفی رایانم به تو انقدر میدم. دلایل زیادی داره، یکی از دلایل عمدش این است که هرمی که قرار باشه درست کار بکنه رو از نظر ریاضیات و تکنیکش انقدر پیچیده است. در از هرمی که به این داره میگن، در این دو مدل، یکیش هرمیه یکی لیول مارکتینگه. این میره تو لیول مارکتینگ. تو لیول مارکتینگ تا چند لیول هم میشه کماکان بدون دردسر، بدون که هیچ جای کار بلنگه و توش به ورشکسته که خط بشه، ریاضیاتش و فرمولاش و اینا رو درست رعایت بشه و سافر رو قوی داشته باشین، میتونید لیول مارکتینگ رو داشته باشین. کمان که بزرگترین شرکت های فعلی توزیع کننده بیشتر لوازم های بهداشتی آرایشی و اینا، ولی خب چیزای دیگه هم هستن که مثلا لول مارکتینگ، یعنی هرمی نیستن. هرمی تو ایران یه چیزی که حالا به خصوص تو ایران چون میدونم این داستانا رو زیاد دارین، هرمی مثلا یه بحث دیگری بود که اصلا در اون سیستم مثلا اینطوری نیست که الان شما میرید. اونایی که تو ایران دارن میرن تو دیوار میخوره و یه عالمه توش کلاهبرداری این داستانا پیدا میشه، اتفاقا اونا لول مارکتینگن، در 90 درصدشون هرمی نیستن. اما این یه غلط مصطلحی به قول معروف که اومدن دارن میگن اینا هرمی، اینا همشون لول مارکتینگن اکثرا، وگرنه هرمی اصلا یه چیز پیچیده دیگریه که اصلا اون از همون ابتداش تکلیفش روشنه، مثل قضیه لوتاری میمونه. از ابتدا معلومه اونی که بالاتره. دقیقاً این همون چیزیه که مصطفی نمیدونم سنت چقدره، یه داستانی بود شرکت وادرن، رو من نمیدونم اونا رو دیگه. ولی اینی که داره میگه تو ایتالیا یه سیستمی را افتاد سالها پیش، خیلی هم قدیم نیست اتفاقا،
یه چیزی را افتاد که اون هرمی واقعی بود، یعنی همینجوری بر اساس هرم که میرفتی در رأس هرم میرفتی بالا، اون بالای هرمی بیشترین پول رو در اختیارش داشت و میومد پایین تر، هرچی میومد پایین تر پول کمتری به افراد میرسید و اون پایینی ها همه میشدن بازنده. ولی تو لول مارکتینگ اصلا هرم وجود نداره، اصلا بحث هرم نیست، بحث چیز دیگه است. ولی به هر حال بر همینه که خیلی هاشون کارشون رو درست انجام میدادن و خیلی هم خوب میرفتن جلو و مشکل هم نداشتن. اما به هر صورت خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده. آخه تو 23 ساله مصطفی از کجا این چیز اون چیز تاریخ تاجو خونده بود؟ نه آخه این زیاد طولانی هم نیست، ولی مال قضیه مال بوده 25 سال پیش. بعد به هر صورت این برای اینکه حالا بدونید بد نیست که هرمی با لول مارکتینگ فرق میکنه. این مرحله اول، الکی میگن هرمی هرمی، اینا هرمی نیستن. و لول مارکتینگ فقط یه مشکلی که داره این است که اکثریتی که میبینن الان مشکل دارن میخورن تو ایران، اینها دو تا مشکل بزرگ دارن. مشکل اولش این است که بیس ریاضیات قضیه و فرمول های قضیه رو نمیشناسن، و دومین اشکالشون هم این است که در کنار اینکه اینو نمیدونن، مشکل دیگرشون هم این است که اینها در اجرا به خاطر اینکه نمیتونن شبکه رو درست کنترل کنن و شبکه قابل کنترل نیست، یا عالمه این وسط آدم ها شروع میکنن کلاهبرداری کردن و کل سیستم رو از هم میپاشن. وگرنه مثلا فرض کنید شبکه های لول مارکتینگ که تو آمریکا هستن، اینها بعضی وقتا جلسات 10,000 نفری 20,000 نفری دارن برای آموزش هاشون. اون جلسات کوچیکتر همش بیسشون رو آموزشه که دارن بین آموزش‌های مستمر هفتگی میدن که این وسط کسی مسیرش رو اشتباه نره، کوچکترین خلافی از مسیر خارج میشه طرف. اصلا شدنی نیست خلاف کردن. چرا؟ چون اطلاع رسانی درست دارن و همه خبر دارن که اینها دارن به چه روشی کار میکنن. به هر حال بحثمون، حالا من به عنوان یه پرانتز جانبی براتون گفتم که اولا مفهوم لول مارکتینگ و هرمی رو بدونید، و بدونید که کلن ریفرال سیستم با هرمی فرق میکنه. شاید یادم نمیاد ولی بعید نیست تو آمریکا خیلی از این راه وضعشون خوب شد، از سیستم هرمی نداره گفت هرمی بگو لول مارکتینگ، چون اصلا هرمی تو آمریکا ممنوعه، عملا تو آمریکای شمالی ممنوعه. توی پس تفاوتی که در سیستم ریفرال سیستم داریم با لول مارکتینگ و حالا هرمی که اصلا منتفیه در لول مارکتینگ، در این است که ما فقط کامیشن مستقیم میدیم، یعنی میایم به کسی که یه نفر رو معرفی کرده به اون پول پرداخت میشه، اون نفر جایی داره کسی دیگر رو معرفی کنه بابت معرفی خودش پول میگیره، دیگه ربطی به اون نفر وسط وجود نداره و هر کسی داره سیستم پولی خودش رو میگیره. برای یه چنین چیزی، برای اینکه شما بتونی دنبال دار به افراد پول پرداخت بکنی و از کنترلت خارج نشه، باید یه عالم عوامل رو در نظر بگیری و یه عالم استراکچر رو درست کنی. یعنی باید یه استراکچر سیستماتیکی داشته باشی برای این سیستم ریفرالت که این اتفاق بتونه اتوماتیک اتفاق بیفته. چون شما با دفتر دستک درست کردن و منوال و این داستان ها، حتی اگر در دنیای بی تو بی باشی که تعداد کلاینت محدودتری نسبت به پابلیک داره، حتی در اون کنترلش بسیار سخته. و اینکه من برم بگردم ببینم از کجا داره، هی برم تو فایل ها بگردم ببینم خب حمید کارگر آدم جدید که معرفی کرده کی بوده، میرم در میارم نگاه میکنم میدم که این بوده، خب کدشو بکشم بیرون چند درصد باید بهش میدادم. اینا باید تمامش تبدیل شده باشه به یه پلتفرم های سافتوری که این اتفاق خیلی راحت اتفاق بیفته، یعنی خیلی ساده یه نفری که معرفی میکنه و این معرفی اتوماتیک جنریت میشه که از طرف کی بوده و به اسم اون آدم ثبت میشه این معرف. حالا این کسی که معرفی شده به اون مشتری، هر چی میاد خرید میکنه، اون خریدهاش اتوماتیک بر اساس درصدی که تعریف میشه، اون درصد یه عددی از خریدش میره تو حساب
اون کسی که معرف بوده. حالا این وسط شما زمانی که میخوای این سیستم رو تعریف بکنی یه خورده بعضی حالا پیچیدگیش که خیلی زیاد، اما هی قدماش میتونه بره جلوتر به این شکل بشه که مثلا الان حاجی جعفر میگه سقف پرداخت باید داشته باشه، به جایی که به این فکر کنی که سقف پرداخت داشته باشه که عملا هم کسی که میخواد به تو معرفی کنه رو بترسونی که بگی ای پس اینا اگه من زیاد مشتری معرفی کنم، چون البته ما این مسئله رو داریم در خیلی جاها، یه نفر زیاد که مشتری معرفی میکنه میان درصدش رو کم میکنه، خب این احمقانه ترین و غلط ترین کاری است که یکی بیاد به شما آدم معرفی کنه بیشتر بعد بیاد ازش مثلا کم کنه. ولی تو این بحث سقف پرداخت حرف کاملا درستیه که من میام اصلاحش میکنم به یه شکل دیگه ای بهت میگم که درست اگر منظورت این است که اون درصد بالا پایین بودن درصد ما با این الان میکس نکنم، بذار من چند تا موضوع رو با هم نگین، بذار من چند تا موضوع رو با هم مطرح کنین اصلا قاطی میشه با هم، بذار من مسیر رو بهتون بگم، اصلا اول مفاهیم رو سوار بشین بعد شروع کنین توش به قول معروف تحلیل کردنش و بالا پایین کردن، اول سوار بس بشین که اصلا بدونید کانسپت دقیقا چه شکلیه. ببین اون بحثی که مطرح کرد رو مورد سقف پرداخت، منظور تو که حالا من متوجه دقیق نمیشم منظور چیه، اما اگه سقف پرداخت به این معناست که اصلاحش کن به این شکل، اصلا مهم نیست چی الان مد نظرته، به این شکل اصلاحش کن که شما باید بیای، یعنی شما میتونین امکانو داری با سافرات که میای میگی من ممکنه این سرویسمو بتونم n درصد بدم، 1 درصد بدم، اون یکی سرویسمو میتونم 5 درصد بدم، اون یکی محصولمو که مثلا برام بفروشه میتونم براش 15 درصد بدم. حالا اگر این عدد محاسبه مثلا میگم فلان سرویس منو اگر بره مثلا با این شکل و شمایل بفروشه، من چون سودم بیشتر میشه میام n درصد میدم، یعنی این درصدهای متنوعی براش تعریف کنی به جایی که بیای سقف پرداخت تعریف کنی، چون سقف پرداخت که اصلا تقریبا بی‌معنیه، چون مثلا میمونه که وجود داره، بهت بگم این که داری میگی اینو در بیزینس های بسیار زیادی وجود داره که دارن میان و میگن که آقا من مثلا میگم ماهی مثلا هر چی هم که یه نفر فروش داشته باشه مثلا من ماهی n مبلغ میتونم بابتش مثلا حد اکثر سقف پرداخت من 10 میلیون تومانه. خب این طرف نگاه میکنه میگه خب اگر من اگه بقیه مشتری ها رو اصلا چرا تو این ماه بیارم، بقیه مشتری ها رو میذارم ماه بعد میارم که پولم نپره، بتونم تو این ماه، یعنی داره به تو لطمه میخوره، مشتری رو نمیاد چون تو برای سقف پرداخت گذاشتی. تو به جایی که سقف پرداخت بذاری میای میگی که من هر چی بیاری برام اوکیه، اون سقف پرداخت خیلی به خاطر چیز میذارم، به خاطر همین قضیه همین لیبل مارکتینگ و هرمی اینا به قول خودتون برای این چیزا در نظر میگیرن، که شما اینو در نظر بگیره نمیگیری هیچی، بلکه میای میگی که یعنی میای با این سیستم های اسمارت امروزه میای تعریف خودت رو اسمارت عمل میکنی، سیستم سافتوره ولی شما اسمارت عمل میکنی و میای میگی که آقا میشینی محاسبه میکنی میبینی که برای هر محصول یا پروداکت تا چند اندازه میتونی پرداخت کنی، بعد حالا اگر که این پرداختیت رو بیای مبناشو بذاری روی تعداد مثلا یکی از سرویس ها که بره بالا فروشش، مثلا میگن توی یه سرویسی داری تو میدی که اگر این سرویس امروز اگر این سرویسی که داری امروز میدی مثلا میگم در طول سال داری میدی داری میفروشی دونه 5 میلیون تومن اون سرویسو، حالا اگر این به جایی که 20 بار این سرویس، یعنی مثلا 12 بار، یعنی ماهی یه بار این سرویس رو بدی، اگر یکی پیدا بشه که این ماهی یه بار تو رو بکنه ماهی 5 بار، سود تو مثلا یهو 40 درصد میره بالا. من جای شما باشم بهش یه دونه اضافه میکنم به این سیستم، هم میام میگم که شما تا این سقف n درصد میبری، اگر این سقف فروشت از اینجا برسه به اون مثلا دو برابر بشه تو این مدل سرویس، من اگه تا دیروز به تو 10 درصد میدادم میام به تو 25 درصد میدم، به خاطر اینکه این داره 40 درصد سود شما رو در کل میبره بالا و شما فقط داری از اون 40 درصدی که داره میره بالا 15 درصدش رو داری میدی به این آدم و بدون اون آدم به اون 40 درصد سود بالاتر نمیرسی. پس میای فرمول ها تو متنوع میکنی و تو سیستم هایی که تعریف میکنی، چون بسیار از سافت‌ور هایی که اصلا اینقدر توانشو ندارن از این کارا توش پیاده بشن، اما اگر بتونی از سافت‌ور تو اینجوری پیاده بکنی خیلی
اتفاقات بیشتری میفته و هم فروشت بالاتر میره، هم سیستمت بالا میره. این در صورت که شما از یه مجموعه ذی‌نفع باشید. یعنی چی حاجی جعفری از یه مجموعه؟ تو اصلا رفتی دوباره تو لول مارکتینگ و هرمی ها، فکر کنم حرفت معنیش اینه. این در صورتی است که شما از یه مجموعه ذی‌نفع باشید. یعنی چی؟ بگو. اگه منظورت زیر مجموعه، دوباره تو زیر مجموعه ما نداریم، مثلا اصلا زیر مجموعه معنی نداره. زیر مجموعه شما یه واسطه ای، شما به عنوان یه واسطه همه کسایی که مشتریتن زیر مجموعه شما، اینا کسایی که مشتری شما و میری شما برش میداری میبری و تو یه جایی که حالا به شما گفته کمیسیون میده شده شما اونجا معرفی میکنی. زیر مجموعه یعنی این. حالا اینکه شما از زیر مجموعه منفعت داشته باشی، خب باید همینه دیگه، یعنی باید به تو چیز بدن، یعنی شما داری مشتری معرفی میکنی که درصد بگیری، حتما ذی‌نفع هستی. اگه ذی‌نفع نباشی بس برای چی به شما بده؟ من دارم این سیستم رو تعریف میکنم، این سیستمی است که باید شما درست بکنید در بیزینست که بتونی افراد رو ذی‌نفع کنی که برات چیز بیارن، برات مشتری بیارن. تو باید ذی‌نفع بکنی افراد ازن. مصطفی مسلمی میگه چی گفتی پرید اینجا مصطفی مسلمی میگه که میشه براشون کارت هواداری درست که به ازای کسانی که با کد شما معرفی میکنن مبلغ داخل کارت افتاده بشه و اعتبارشون داخل اون خدمات از افرادی که معرفی میکنید و افرادی که آنها معرفی نه 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 حاجی جعفری میگه که از افرادی که معرفی میکنید و افرادی که آنها معرفی میکنن. خب برای چی؟ تو برای چی آخه میخوای بری که میخوای بری تو این داستان که از افرادی هم که اونها معرفی میکنن به تو چه ربطی داره؟ تو به این فکر باش که مشتری خودت پولشو بگیری. اگه قرار باشه که دنبال این باشی که از اون آدمهایی که اونا معرفی میکنن هم تو پول در بیاری، شما در سیستم ببین تا یه اندازه‌ای تو لول مارکتینگ شدنیه، نه که نشه، ولی شما در کشوری که داری زندگی